سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 ماه عقرب سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با دوم ماه نوامبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر. تاکید رئیس جمهور کرده بر مبارزه جدی با هراس افغانی در بیرون از افغانستان. از به نام های دو تن از نامزدان برنده از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی. با آغاز انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. رئیس جمهور کرزای بر مبارزه جدی با هراس افغانی در بیرون از افغانستان تاکید می کند. آقای کرزای در سفرش به ولایت پکتیکا می گوید که نیروهای خارجی باید در برابر هراس افغانان در بیرون از خاک افغانستان مبارزه کنند. در این حال رئیس جمهور کرزای یک بار دیگر از مخالفان مصالحه دولت می خواهد تا از خشونت ها دست بردارند. رئیس جمهور کرزای در سفرش به ولایت پکتیا می گوید که جلوگیری از فعالیت های طالبان افغانی کار دولت افغانستان است، نه از نیروهای خارجی. آقای کرزای با اشاره به لانه های هراس افغانان در بیرون از افغانستان تاکید می کند که نیروهای خارجی باید مبارزه با هراس افغانی را در بیرون از خاک افغانستان دنبال کنند. در نړیوالو سره هلته ملګری یو چې دوی د تروریزم په خلاف هلته جنګ وکړي، چې هلته تروریست ناست دی. زموږ په ولس کې دا نهشته، زموږ په ولس کې نه القاعده شته نه بلبره شته. که ستا خو غږ وکړي شته نهشته، نو دا جنګ زموږ په ولس کې معنا نه لري، زموږ په کلي کې معنا نه لري. د امریکې د حکومت سره مې په دې باب مفصل مجلس شروع کړ. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مخالفان مسلح می خواهد تا بر روند سال بپیوندند. زبیا جاکوم طالبان و ورونو د خپل خاور درد او غم مډیرو، بلکه خوشحاله کړی، بلکه قرار کړی او شورا خبره ته تیار ده. سج منی چې دی غواړي هغه به شورا ورسره وکړي چې دا خاور پر قرار شي. آقای کرزی بی سوادی را سرآغاز بدبختی ها می داند و از باشندگان این ولایت می خواهد تا برای آموزش تلاش ورزند. حال تو به داخل لا نیرسی چه دوی از موسر یوزا از موسر بمرست دی خاور تا سولا و امن را بود. چی بیا از موش بچه پا بمباری که شهید نسی، از موش کور پا بمباری که خراب نسی، او از موش ولس تا دار دخپل کور پریدو گفته می شود که در حال حاضر در بخش های نام کشور شمار زیاد از جوانان و نوجوانان افغانستان به ویژه دختران از رفتن به مکتب باز مانده اند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تازگی نام های دو نامزاد برنده در نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی را از فهرست نامزادان حذف کرد. سخنگوی کمیسیون از احتمال حذف شدن نام های شمار از نامزادان دیگر از این فهرست نیز سخن می گوید. باید می افزاید که شمار از نامزدان طلبکار وابستگی خانوادگی با مقامات بلندپایه دولتی دارند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که به تازگی الحاج غلامقادر اکبر نامزد برنده در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت هرات و محمود خان سلیمان خیل نامزد برنده در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت پکتیکا را برای کاربرد تقلب‌های انتخاباتی از فهرست نامزدان حذف کرده است، میگوید که نامزدان تقلب‌کار پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات به نهادهای عدلی معرفی خواهند شد. از احتمال بعید نیست که در روزهای آینده شمار دیگری از نامزدانی که برنده هم شده اند در نتیجه این بررسی ها ثابت شود که از رای های تقلبی استفاده کرده باشند. در قبال آنها نیز همان فیصله صورت خواهد گرفت که امروز در قبال دو تن از نامزدانی که صحت تخطی و تقلبشان ثابت شده است به کار بسته بشه. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از به اعتبار شناختن آرای 152 محل رایدهی در ولایت های وردک، خوست، بلخ، بغلان، بادغیس، نورستان، ننگرهار، کنر، اورزگان، کندهار، پکتیا و لوگر خبر می دهد. همان گونه که وعده کرده بودیم این کمیسیون تا 3 هفته پس از اعلام نتیجه ابتدایی شمارش رای ها
قرار است که به همه شکایت های اولویت الف رسیدگی کند تا راه برای اعلام نتیجه نهایی آماده شود. گفته نیست که پیش از این نیست کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی دو نامزد برنده در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را از فهرست نامزدان حذف کرده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات به نهاد به شمول لوی سارن ملی بعد دادگاه عالی اجازه نمیده تا در انتخابات مداخله کند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر بنیاد قوانین افغانستان با جز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هیچ نهاد حق بررسی روند انتخابات را ندارد. این در حالی است که لوی سارنباری از بررسی ها درباره 1,300,000 رای باطل شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات سخن میزند. در حالی که تاکنون بیشتر از 1,300,000 رای باطل شدند، لوی سارنوالی میگوید که شکایت های به این نهاد رسیده است که باطل شدن این آرا با فساد امرا بودند. لوی سارنوالی چگونگی باطل شدن این آرا را بررسی خواهد کرد؟ در اینجا یک سلسله مسائل فساد اداری به مشاهده می رسد که آرای یک تعداد وکلایی که حقیقی بوده و هم باطل اعلان شده تا موجود ازی که اینمی تحت ما کوشش داریم که امیر امروز و فردا یک هیئت را تعیین بکنیم به منظور بررسی ازی و با کمیسیون مستقل انتخابات اعزام بکنیم. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر بنیاد قوانین افغانستان حکومت و هیچ نهاد داخلی و خارجی حق ندارد در کارهای مربوط به انتخابات مداخله کند. هیچ نهاد در افغانستان و یا هم خارج از افغانستان وجود ندارد که در موضوعات انتخاباتی مداخله داشته باشه، با شمول لوی سارنوالی، با شمول ستر محکمه افغانستان و در مجموع حکومت افغانستان. انتخابات مجلس نمایندگان به روز 27 ماه استنبله برگزار شد، در حالی که قرار بود که تا پایان همین ماه نتایج نهایی انتخابات اعلام گردد، اما تا کنون تاریخ دقیق اعلام نتایج نهایی روشن نیست. با این همه شما را از نامزدان انتخابات پارلمانی در واکنش به برنده نشدنشان در نتایج ابتدایی انتخابات دست به تظاهرات زدن. این نامزدان معترض اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را شفاف نمی‌دانند و خواهان برگزاری دوباره انتخابات هستند. اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را شفاف می‌داند و می‌گوید که انتخابات پارلمانی برای بار دوم برگزار نخواهد شد. این نامزدان معترض که بیشترشان نماینده مجلس هستند، انتخابات پارلمانی را مشروع نمی‌دانند و کمیسیون مستقل انتخابات را در نقض قانون اساسی متهم می‌سازند. انتخابات سراسر مملو از یک تقمم سازمان یافته بود، نامشروع. به اساس ماده 57 قانون انتخابات حکم میکنه که هیچ رأی قرنطین شده نمیتونه تا زمانی که نماینده های کاندیدها احزاب سیاسی و یا خود کاندیدان حضور نداشته باشه. تظاهرات است که من یقین دارم، من ایمان دارم، من مطمئن هستم که در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد. شمار دیگر از نامزدان معترض نیز خواهان برگزاری دوباره انتخابات مجلس نمایندگان هستند. د افغانستان د دولت نه د نړیوال ټولنه غواړو چې د افغانستان د خلکو د ارادو په اساس باید انتخابات دوباره په افغانستان کې پیل شي. یک سلسله موضوعات در انتخابات بود که اصلا نمیشد برای یک انتخابات آزاد همچو قوانین باید می بود. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر این نامزدان از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شکایت دارند، می توانند با کمیسیون شکایت های انتخاباتی رجوع نمایند. انتخابات 27 سنبله انتخابات مشروع بود، هیچ توجیه قانونی موجود نیست که انتخابات ولسی جرگه 1389 مجددا در کشور و یا هم در بعضی از حوزه های انتخاباتی برگزار شد. این نامزدان با صدور قطعنامه میگویند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی به خواستهایشان رسیدگی نکنند، بعد تظاهراتشان در سراسر کشور ادامه خواهند داد. سخنهای زدنقیز رئیس جمهور کرزی و مقامات دولتی درباره رویدادها بی‌باوری های مردم را در برابر دولت بیشتر ساختند. شمار از کارشناسان و باشندگان شهر کابل با انتقاد از نبود هماهنگی میان دهات‌های دولتی و ریاست جمهوری میگویند که این تناقض گویی ها سیاست های دولت را زیر پرسش میبرند. عملیات مشترک ناتو و روسها در ولایت ننگرهار در برابر قاچاقبران مواد مخدر ابراز نظرهای گوناگون ریاست جمهوری و مقام های حکومتی را به دنبال داشته است.
پس از آن که روشن شد شماری از روس‌ها در کنار ناتو در این عملیات شرکت داشتند، ریاست جمهوری آنچرا که عملیات خودسرانه میگوید با پخش اعلامیه این عملیات را نقض حاکمیت کشور دانست. آورده شدن 4 اجنت کشور روسیه در یک عملیات نظامی در داخل افغانستان از سوی قوت‌های ناتو موضوعی بود که ما عکس‌العمل در مقابل از او نشان دادیم. در همین حال سخنهای مقامهای وزارت امور داخله در این باره تناقض دارند. عملیات برابری افغانها صورت گرفته که اکثر قوت‌های مسلح پلیس مبارزه با مخدر و نیروهای ناتو در افغانستان در این عملیات شرکت کرده. وزارت امور داخله افغانستان از حضور و موجودیت قوای روسی در عملیات ولسوالی شینوار قطعا معلومات نداشت. از طرف روسیه 2 نفر ژورنالیست یا 2 نفر کسایی که به اصطلاح فوکال پوینت برای مواد مخدر در سفارت روسیه در کابل کار میکنن اونا اشتراک داشتن، نه کدام قوت نظامی. اما ناتو و سفارت روسیه بر وجود هماهنگی این عملیات تاکید دارند و میگویند که در این عملیات 2 تن از کارشناسان غیر نظامی روس‌ها شرکت داشتند. برخی از کارشناسان این گونه تناقض‌گویی‌ها را به سود کشور نمی‌دانند. اگر گفت رئیس جمهور از طرف ارگان‌های دیگه رد میشه، معناش این است که رئیس جمهور در متن قضایا قرار نداره و این تناقض‌گویی باعث کاهش اعتبار مقامات دولتی در جامعه میشه. در همین حال شماره از باشندگان کابل تناقض‌گویی های مقام های دولت را خطر جدی در برابر مردم و دولت میدانند. این تناقضات از یک طرف مردم را نسبت به دولت بی‌باور می‌سازد و از طرف دیگر سیاست‌های تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال می‌برد. ناهماهنگی در درون دولت و مردم هم نسبت به دولت، نسبت به این وضعیت و نظام بی‌باور می‌شود. ریاست جمهوری با پخش اعلامیه‌ای به نیروهای خارجی هشدار داده است که پس از این تکرار عملیات‌های خودسر واکنش دولت افغانستان را در پی خواهد داشت. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل تعهد می‌کند که پس از این در کارهای لویسارنبالی مداخله نخواهد کرد. مامور لویسارنبالی می‌گوید به تازگی تفاهم‌نامه میان لویسارنبالی و سفارت آمریکا در کابل امضا خواهد شد. بر بنیاد این تفاهم‌نامه سفارت ایالات متحده آمریکا تنها با کمک‌های فنی‌اش به این نهاد ادامه خواهد داد. مامور لویسارنبالی می‌گوید که قرار است به زودی تفاهم‌نامه‌ای میان سفارت ایالات متحده آمریکا و لویسارنبالی امضا شود. ما به این صورت در اجراءات داخلی خود با کسی دیگه اجازه نمیدیم که در امورات مسلکی ما مداخله بکنه و سفارت امریکا هم در این قضیه متحد شده که اونا هیچ گونه مداخله در این مورد نخواهد داشته باشه، صرف کمک‌های لوجستیکی خود با ما ارائه خواهد کرد. معاون لوی سرانوالی میگوید که پیش از این در برخی موارد به ویژه درباره مبارزه با فساد اداری مداخله سفارت ایالات متحده آمریکا در کار لوی سرانوالی مشهود بوده است. تا جایی که ما در سرانوالی مبارزه با مواد مخدر بودم خود هیچ گونه مداخله نداشتن، ولی بعضا در سرانوالی جرایم مبارزه با فساد اداری یکی دو مورد در مصاحبه لوی جاماس شما خبر دارین دیگه ممکن. این در حالی است که پیشتر لوی سارنوال سفیر آمریکا را به مداخله در کارهای لوی سارنوالی متهم کرده بود. لوی سارنوال در یک نشست خبری در کابل گفت که سفیر ایالات متحده آمریکا به وی هشدار داده است که اگر رفیع الله عظیمی معاون یک بانک خصوصی را به اتهام همدستی در اختلاس با محمد صدیق چکری سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف بازداشت نکند باید از کارش کنار برود. رسانه های غربی نگاشته بودند که رفیع عظیمی در اختلاس با محمد صدیق چکری هم دست است و نیز در انتقال پول به گونه غیر قانونی از افغانستان به بیرون دست دارد. اما لوی سارنوالی میگوید که تاکنون رفیع عظیمی مظنون است و تحقیقات درباره او ادامه دارد. خواستیم تا در این باره نظر سفارت ایالات متحده آمریکا را در کابل نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. هوای آلوده با دود ناشی از سوخت پترول با میزان بلند سرب سبب بروز بیماری های گوناگون در کشور می شود. وزارت صحت عامه می گوید که تنفس این گونه هوا در برخی از موارد ممکن است سبب بروز سرطان در مجرای تنفسی شود. وزارت صحت عامه می گوید هوای آلوده ناشی از دود پترول با میزان بلند سرب که در وسایط نقلیه استفاده می شود می تواند سبب بیماری های خطرناک شود. چون خود سرب عملاً بیشترین قسمتش در جریان خون جذب میشه، بنابراین با رقابتی که میتونه با آهن به وجود بیاره
یک بخشی از وسیع از وجود میتانه صدمه بزنه. از سوی هم کارشناسان محیط زیست میگویند که موجودیت ماده سرب در مواد سوختی سبب به وجود آمدن بیماری های زیاد در بین افراد میشود. تیل و مواد سوختی دکتت که اداره ملی حفاظت از محیط زیست یک کنترل بررسی کردن، سرب در بین خون بسیار زیاد یافتن از نرم مجاز و سرب یک ماده بسیار مهلک است که در بین نمی تیلا موجود بوده و او ماده است که استعداد اطفال از بین میبرد. در همین حال اداره مستقل استاندارد میگوید که تاکنون آزمایشگاهی که میزان مجاز سرب را در پترول سنجش کند در افغانستان وجود ندارد، اما این اداره در نظر دارد چنین آزمایشگاهی را وارد کند. فعلا یک لابراتوار سیار آزمایش مواد نفتی پروژش در حال امضا شدن قرارداد هست. چیزاتی که در این لابراتوار شامل است یکی هم دستگاه‌های تثبیت سرب در پترول هست. او زمان ما میتونیم دقیقا برای شما بگوییم که آیا تلهایی که در بازار افغانستان عرضه میشه دارای سرب خارج از حد مجاز هست و یا نیست. گفتنیست که استفاده برخی از حمام‌ها و نانوایی‌ها از مواد پلاستیکی و چوب‌های روغنی برای سوخت، گشت و گذار موترهای کهنه در شهر، خامه بودن برخی جاده‌های شهر، استفاده از جنراتورها و نفت با کیفیت پایین، افزایش کثافات در شهرها، نبود سیستم فاضلاب و نبود ساحات سبز از مواردی هستند که سبب افزایش آلودگی هوا در کشور شدند.